نگرانی آمریکا از هدف قرار دادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان. لوی داستین وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در گفتگو با یو او گالانت همتای اسرائیلیش نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌ها درباره شلیک نیروهای اسرائیلی به مواضع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان ابراز کرد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای افزود که آستین خواستار ایمنی و امنیت ماموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان موسوم به یونیفیل و همچنین امنیت ارتش لبنان شد. وزیر دفاع آمریکا بر نیاز چرخش از عملیات نظامی در لبنان به مسیر دیپلماتیک در اسرع وقت نیز تأکید کرد. کمی قبل از آن 40 کشور روز شنبه حمایت کامل خود را از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد مستقر در جنوب لبنان اعلام کردند. 5 نفر از این نیروها در درگیری‌های روزهای اخیر در جنوب لبنان زخمی شده‌اند. روز پنج شنبه 19 مهر در پی شلیک یک تانک اسرائیل به برج دیدبانی نیروهای حافظ صلح در ناکوره لبنان 2 سرباز مجروح شدند. روز جمعه 20 مهر نیز 2 سرباز نیروهای حافظ صلح در اثر 2 انفجار در ناکوره زخمی شدند و 1 سرباز دیگر نیز در اثر تیراندازی مجروح شد. بر اساس سندی که در حساب شبکه ایکس نمایندگی لهستان در سازمان ملل منتشر شد، 34 کشوری که در این نیروی سازمان ملل متحد مشارکت دارند نوشتند ما شدیداً حملات اخیر علیه نیروهای حافظ صلح را محکوم می‌کنیم. این کشورها افزودند ما از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که به حضور یونیفیل احترام بگذارند که به معنای تضمین امنیت و امنیت همه کارکنان آن در همه زمان‌ها است. 6 کشور دیگر از جمله آلمان و هند نیز به این کشورها پیوسته‌اند. یونیفیل که بیش از 9500 سرباز دارد در جنوب لبنان مستقر شده تا به عنوان حائلی میان نیروهای حزب الله و اسرائیل عمل کند. پیشتر فرانسه و ایتالیا سفرای اسرائیل در کشورهای خود را در اعتراض به هدف قرار گرفتن این نیروها احضار کردند. اما سفارت اسرائیل در روم اعلام کرد حزب الله تلاش می‌کند در نزدیکی پایگاه‌های یونیفیل پنهان شود و اسرائیل چندین بار به یونیفیل توصیه کرد بخشی از نیروهای خود را به دلایل امنیتی از منطقه خارج کند، اما متأسفانه این درخواست رد شد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که تیراندازی به 2 نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان در جریان نبرد علیه حزب الله و سهوان رخ داده است.